درود فراوان به شما نازنینان، بینندگان این رسانه دیداری، هم میهنان، فارسی زبانان در سراسر جهان پهناور. برنامه امروز رو آغاز میکنم، برنامه در ارتباط با شخصیت افراد ایرانی، برنامه در مورد واقعیت‌های تلخی که در جامعه ما وجود داره و ما خیلی راحت از کنار اون میگذریم و حتی بلنگوی تبلیغاتی میشیم بر علیه کشور خودمون و مردم سرزمین خودمون. همیهنان، همان گونه که بارها به شما عزیزان گفتم، عواملی هستند که با لباس روشنفکری در جامعه مشغول خیانت هستند و متاسفانه گاهی ما ندانسته خودمون به اونها کمک میکنیم. برای اینکه مسئله رو کاملا برای شما بشکافم و متوجه بشید هدف من از این گفتار چیست، شما یک طفل رو در یک خانواده‌ای در نظر بگیرید که افرادی دارد که همه حالت فرماندهی در خودشون احساس میکنن و دوست دارن کسی رو گیر بیارن و به اون دستور بدن یا اونو مورد توهین قرار بدن و تو سرش بزنن و ازش بخوان این کار رو بکن اون کار رو نکن. و یک خانواده دیگری رو در نظر بگیرید که در اون محبت و عشق حکفرماست. اگر خواسته ای هستش، اگر کمکی از یک طفل میخوان یا چیزی از طفل میخوان انجام بده، با محبت و خیلی مؤدبانه از او میخوان. بعد از یک مدت، بعد از 2 سال، بعد از 5 سال، شما بیایید شخصیت این دوتا طفل رو مورد بررسی قرار بدید. مسلماً اون طفلی که در خانواده‌ای بوده که افراد او رو مورد تحقیر قرار میدادن و تو سرش میزدن و بهش اجازه نمیدادن حتی اگر حقی داشته اون حق رو ابراز بکنه، اینها منجر به بیماری هیستری یا هیستریک شده که در یک برنامه مجزا من برای شما کاملا این بیماری رو شرح دادم. و اما اون طفلی که در خانواده با محبت هستش، مسلما فردی هستش که در جامعه رشد میکنه و بالا میاد. حال در دنیای متمدن امروز وقتی که یک جامعه مطرح میشه، جامعه ایرانی، مردم ایران مطرح می شوند، آیا تخییر کردن خودمان به دست خودمان عملی درست و پسندیده است؟ آیا این همان حالتی را ندارد که اون طفلی که در یک خانواده هستش که دائما مورد تخییر قرار می گیره و در آینده نمیتونه هیچ رشدی داشته باشه، کشور ما همون حالت رو پیدا نمیکنه؟ بیایید و بنگرید. در فضای مجازی پست هایی میگذارن که فلان پروفسور وقتی میخواسته تز دانشگاهی خودش رو بنویسه و بگذرونه، در این تزش
گفته ایرانی ها مردمانی حقباز هستند، مردمانی هستند که تظاهر به دین می کنند و و و و همینطور برای شما می شمارند و می آیند پایین. و ما هممون برمی داریم این پست رو منتشر می کنیم برای دوستانمون در تمام فضای مجازی، نام ایران و ایرانی رو آلوده می کنیم به گفته فلان پروفسوری که در تز دکترای خودش یک چنین مزخرفاتی رو گفته. جامعه ما و مردم کشور ما اگر 5% مشکل دارن، 80% اصلا مطرح نیستن. یعنی در مقاطع خاص اگر ما بیایم پیکره جامعه رو مورد بررسی قرار بدیم از نظر علم جامعه شناسی، دورانهای مختلفی رو کشور ما پشت سر گذاشته. زمانی بوده که 80% مردم بی سواد و عامی بودن، مردمانی ساده دل در روستاها زندگی می کردن، مسئله شهر و شهریت به هیچ عنوان مطرح نبوده و اگر رضا شاه کبیر و شاهنشاهی در ایران پیدا نشده بودند، هنوز که هنوز بود کشور ما دچار روستازدگی و دهنشینی بود و نمیذاشتن جامعه شهری در کشور ما به وجود آید. همکنون که میبینید با بلایای انسانی، نه بلایای طبیعی، دارن جامعه رو به نیستی میکشونن، مردم رو دارن نابود میکنن. و ما نشستیم. چرا؟ به خاطر اینکه به ما القا کردن تو حقی نداری، تو نمیتوانی. ولی ما میتوانیم، ما حق داریم، ما بایستی حق خودمون رو بگیریم. عزیزان، بی فکر زندگی نکنید. آنچه که راجب خرد میگویند شعار نیست. شعارها رو دور بریزید، بیایید اندیشه کنید. چرا من باید یک شخص روس که خواسته دکترای خودشو بگیره برداشته یک مش مهمل در مورد تمام افراد ایرانی نوشته، من بخونم و این رو بیام پخش بکنم در فضای مجازی؟ برای چی؟ چه دلیلی داره ما خودمون با دست خودمون تو سر خودمون بزنیم؟ ما باید جامعهمون رو رشد بدیم. آنچه که در هر کشوری موجب پیشرفت اون کشور میشه منوط به این هست که افراد اون جامعه واقعا اهل فهم و شعور باشن، خرد داشته باشن و کارهایی که انجام میدن بر مبنای عقلایی باشه و نه اینکه ما ذوق بکنیم که فلان کس فلان چرند و در مورد مردم ایران گفته. آقا می نویسن در نهایت وقاحت اکثرا دزدند و خود ما می پذیریم و می آیم حتی ضرب المثل ها و اون شعارها و کلمات قصار اونها رو ما ترویج میدیم که فلان خارجی گفته من متعجبم که مثلا در زمان بود 35 میلیون دوز از هم میدوزن و در کنار هم دارن به راحتی زندگی میکنن و هیچگاه با هم جنگ نمیکنن، همشون رو از هم میدوزن. دوز جد آباد شما هست. شماها یه مش بربره بودین، یه مش واکینگ بودین، توی دریاها به کشتیها حمله میکردین، مردم از دستتون به عذاب بودن، حالا آمدید آدم شدید.
رفتید در کشور انگلستان جایگزین شدید و تمام فساد مردم ایران از شماست. وقتی من نفس میزنم و راجع به انگلستان صحبت میکنم، بعضی از دوستان باز هم ما رو مورد محبت قرار میدن، میگن دایی جان ناپلون چطوری؟ اشکالی نداره، من حرف خودم میزنم، من واقعیت ها رو میگم. آن کسی که منطق داره میپذیره، آن کسی هم که بی منطقه ممکنه بنده رو مورد تمسخر قرار بده، ریشخند قرار بده، اون مسئله برای من نمیتونه باشه. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رد نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. باید حرف و زد، حرفی که با منطق همراه باشه. میآیند بسیار از این نکات ریز و درشت در جامعه عین و سم پخش میکنن، فضای زندگی مردم رو آلوده میکنن، مردم رو وادار میکنن به پذیرش تحقیر، به پذیرش اینکه واقعا این در ذهنشون جای بگیره که ما کسی نیستیم. آقا ما اگر که بیاییم بریم و اعتراض بکنیم، با یه گل بهار نمیشه. بارها گفتم، جلسه پیش هم اشاره کردم، سنگی رو که در آب میاندازید، امواجی که ساطع میشه همینطور دنبال هم گسترش پیدا میکنه. وقتی شما یک اقدام کردید، این اقدام شما در طول زمان موجش گسترده میشه و اگر تعداد این امواج یا سنگ هایی که به آب پرتاب میشه زیاد بشه، میبینید اصلا سطح آب دگرگون میشه. از چی؟ از همین امواج متواتر که دنبال هم و در پی هم ساطع میشن و دیده میشن. در جامعه هم همینه، از یه گل بهار خواهد شد، چون این یه گل گلهای دیگری رو پرورش میده که اونها هم خود به نوبه خود تک گلی هستن که بسیار گلهای دیگر رو پرورش میدن. پس بنابراین بیایید بعضی از اصطلاحات غلط و منفی رو از جامعه بزداییم. من در برنامه هایی که در رادیو ایران هیوستن تگزاس داشتم، شاید حدود 4 سال پیش که آخرین برنامه هامو تقریبا داشتم اجرا می کردم، به یک نکته اساسی رسیده بودم و خب در اون موقع خوشبختانه اونقدر گرفتار و آلوده زندگی نشده بودم و آرامشی داشتم و داشتم کاری می کردم که اصطلاحات و ضرب المثل هایی که واقعا برای جامعه مانند سم سیانوره و کشنده هست، اینها رو هر هفته در برنامه رادیویی خودم می آمدم در موردش توضیح می دادم. چون دقت در مسائل اجتماعی نه تحصیلات فوق دکترا می خواد، نه تحصیلات آنچنانی میخواد. بنده نه تیتری لازم دارم، نه به عنوانی احتیاج دارم، نه اینکه بخوام خدای نکرده به کسانی که تحصیلات آکادمیک دارن و رفتن دانشگاه درس خوندن و دانشی اندوختن اهانتی کرده باشم. ما بسیار تا بسیار ایرانی های بسیار فهمیده و دانشمندی داریم که اینها خب در دانشگاه ها، در لابراتوار ها آمدند و خودشون رو پرورش دادند و
امروز موجب افتخار کشور ما هستند، ولی برخی هم از میدان 24 اسفند لقب دکترا رو خریدن و چندین دکترا دارن در رشته های مختلف و بهش هم افتخار میکنن، ولی متاسفانه هیچ چیز بارشون نیست. کسایی هم هستن که خب بالاخره ما هم دانشگاه رفتیم ولی دیگه نرفتیم برای دکترا و این افتخار نبوده که بنده عنوانی داشته باشم به بنده بگن دکتر یا فلان، و اگر دکترا هم بگیرم من دکترامو هیچ وقت نمیخوام جلوی نام من باشه. من اسمم کافیه برای خودم و شناسایی من با لقبم ارتباطی نداره. بنابراین خیلی ها هستن با این القاب به میدان میان و به جامعه خیانت میکنن. اینها عوضی که به مردم خدمت بکنن بدون فکرن، بدون دانشن، چون چیزی نیاموختن. برای آموختن اندیشه و خرد لازمه. بدون خرد که انسان نمیتونه هر صحبتی رو بکنه. شما وقتی نمیخواید حتی 5 دقیقه تفکر بکنید در طول روز و خودتون رو مورد آنالیز قرار بدید، چگونه میخواهید در جامعه رهبر بشید؟ بیایید و بقیه مردم رو راهنمایی کنید. جامعه ای که افرادش حتی نزدیکترین کسان شما تحت تأثیر عوامل خارجی، برادر شما، خواهر شما، پسر شما، دختر شما تحت تأثیر عوامل خارجی ممکنه با شما خیلی تفاوت داشته باشه و به راهی کشونده بشه که حتی شما اگر صدها کتاب و مقاله و ساعتها وقت برای این هزینه کنید به هیچ جا نرسید. و به این اصطلاح برسید که نرود میخ آهنین بر سنگ، چارپایی بر او کتابی چند. خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. هیچ وقت به خری نمیگن حاج خر، خر حاجیا یا حاجی خرا. ما بایستی بدانیم، بایستی آگاه باشیم و این آگاهی رو جز با تفکر به دست نمیاریم. دوستان، عزیزان، جامعه ما جامعه است که آمادگی داره به دلیل تبلیغاتی که شده برای اینکه از هر مسئله یک کلاغ رو 40 کلاغ بکنه. ولی ما باید این اصطلاح یک کلاغ و 40 کلاغ را هم از بین ببریم. بارها شما به حادثه‌ای برخورد کرده اید. وقتی خواستید اون حادثه‌ای رو که با چشمای خودتون دیدید نقل کنید، شاخ و برگ به اون دادید و حتی 1-2 دروغ به اون اضافه کردید. بعد برای کسی نقل کردید، اون آقا هم برداشته 2-3 دروغ دیگه روش خودش گذاشته و برای دیگری نقل کرده. همینطور این یک مسئله کوچک رشد پیدا کرده به جایی که به صورت یک داستان تراژدی در آمده. و انسان وقتی تفکر میکنه باید منی که شاهد و ناظر حادثه بودم، وقتی میخوام این حادثه رو نقل کنم، پیش خودم بیاندیشم، بگم که از این که تو به این شاخ و برگ بدی، برای چند دقیقه خودتو در نظر
مخاطب یا مخاطبان خودت بزرگ جلوه بدی، چه چیزی نصیب تو میشه؟ فقط همین که برای چند دقیقه یا برای چند ساعت یک ابهتی پیدا میکنی که یک داستانی نقل کردی، بعد به فراموشی سپرده میشه. ولی بارها به شما گفتم حقیقت مانند آب در رود زمان، وقتی آبی در رودخانه جاری میشه، اگه یه منفذی پیدا بکنه از اون منفذ نفوذ میکنه. حقیقت هم بالاخره در رود زمان که جاری میشه یه منفذی بالاخره پیدا میکنه و خودشو نشون میده. بنابراین شما که امروز خودتون رو با گفتن دروغ‌ها و حرف‌های نادرست بزرگ می‌کنید، خواه نخواه در آینده دستتون رو میشه. بنابراین اسمتونم به بدی یاد میشه، نه به نیکی. چرا؟ چون که شما یک دروغگو هستید و انسان دروغگو مسلماً مطرود جامعه خواهد بود. هیچ کس دوست نداره دروغ بشنوه، ولی اکثر ماها رو عادت دادن به دروغ گفتن. و حتی شما ببینید دامنه وقاحت تا به چه حد بودش که خمینی گجستک وقتی در بعد از رسیدن به قدرت ازش سوال میکنن و چرا حرفای تو با آنچه که در ابتدا میگفتی، عمل کردت با آنچه که در ابتدا میگفتی فرق داره، برمیگرده در نهایت بیشرمی میگه که خدعه کردم. رهبری که خدعه بکنه تکلیف اون جامعه مشخصه، ولی اون رهبر ما نبود. رهبر ما شاهنشاه آریامهر بود که خدمت کرد، که بارها برای شما گفتم فقط ساخت کارخانجات پتروشیمی ده ها هزار محصول رو در داخل مملکت تولید کرد و صرفه‌جویی ارزی که از این عمل شاهنشاه عاید مملکت شد میلیون ها برابر هزینه ای بود که برای جشن های 2500 ساله، جشن هایی که چرخ اقتصادی مملکت رو سرعت بیشتری بهش داد. گفتم بارها هم گفتم که ایجاد اشتغال موجب رونق و ترقی جامعه میشه و جشن های 2500 ساله که بسیاری اون رو مورد انتقاد قرار میدهند، نه تنها برای کشور ما مضر نبود بلکه مفید بود. ولی خیانت آقای پهل بود که جشن هنر شیراز رو به خیابان ها کشید. مردمی که عقده های جنسی داشتند با نمایش جشن هنر در خیابان های شیراز احساسات مردم رو جریحه دار کردن، اون خیانت بود و هزینه گزافش رو این روزها پرداخت میکنید. دوستان، عزیزان، ما بت پرست نیستیم. ما کسی رو بی جهت ستایش نمی کنیم. اگر کسی در خور ستایشه، بایستی ستایش بشه. اگه کسی فهم و فرهنگشو نداره، باید طرد بشه از جامعه. آدمهای خائن همیشه در جامعه هستند. ولی این وظیفه ماست که خرد خودمون رو به کار بیاندازیم و بفهمیم. من در آغاز سخنم هم گفتم
بسیاری ندانسته این پست هایی رو که غلط انتشار اونها غلطه برمیدارن پخش میکنن در فضای مجازی بدون اینکه فکر کنن. شاید هیچ وقت به این مسئله فکر نکردن که ما داریم با دست خودمون خودمون رو تحقیر میکنیم. ما بایستی بیایم یاد بگیریم ایرانی و کشور ایران رو در دنیای متمدن امروز ترقی بدیم، نه اینکه تنزل بدیم. گفتم در قبل از حکومت رضا شاه پهلوی و شاهنشاه آریامهر کشور حالت دهنشینی داشت، مردمی ساده دل، مردمی پاک بی آلایش. چگونه ما میتونیم بگیم تمام این مردم دزد بودن؟ فلان دانشمند روس فلان مزخرف رو نوشته و ما تبلیغ میکنیم؟ کجا دزد بودن؟ ما در تحول اجتماعی و در تحول فرهنگی قرار گرفتیم. تاریخ ایران رو بیایید بررسی کنید، بیایید از آغازش بپذیرید. ما خیلی مسئله داریم. باز میگردیم با شما، باز هم سخن خواهیم گفت. ترانه میشنویم، در خدمت شما خواهم بود. در مصیبت ها و در سختی، در طوفان های این دنیا، تنها یک چیز مرا آرام است که تو با من هستی ای عیسی. گر نباشد مرا همدم، از هر سو جانم در سختی است، دانم نور امید تو شکافنده هر تاریکی است. تنها امید جانم عیسی، ستایم نامت را در هر جا. میدانم یک چیز را که تو تا ابد در قلبم پادشاه، چون تو این سلطانم در حیاهوی این دنیا. گر افتاده یا که ایستاده، گر خموده ام یا سر بلند، این امانت توست ای عیسی که گیرد دست من در هر بند. چیزی ندارم بهره ندهم جز این تن و جان خسته ام، تو گیرم من مرحب. تنها امید جانم عیسی، ستایم نامت را در هر جا. میدانم یک چیز را که تو تا ابد در قلبم پادشاه، با محبت میمانندن پوشانیدی زندگیم را. ندازم چون تو این سلطانم در حیاب عیسی، ستایم نامت را در هر جا. میدانم یک چیز را که تویی تا ابد در قلبم پادشاه، با محبت بی‌مانندت پوشانیدی زندگیم را. نترسم چون تویی سلطانم در حیاهو. در سختی، در طوفان‌ها،
های این دنیا تنها یک چیز مرا آرام است که تو با من هستی ای عیسی. گر نباشد مرا همدم از هر سو جانم در سختی است، دانم نور امید تو شکافنده هر می ستایمت مسیحا با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. مشکوه و پر جلالی، صد درود بر نام زیبات، ملکوت آسمونی با شکوه سیر پا. درود بر نام عیسی، سجل و بطو خداوند، پر کن از روحت خداوند، تو مسیحی های دربند. درود بر نام عیسی، سجل و بطو خداوند، پر کن از روحت خداوند، تو مسیحی های دربند. همه ما در دعایی واسه ایران و کلیسا، همه کشورمون رو میسپاریم به دست عیسی. ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راهه. واسه ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راهه. Thank you.
منی که تو امید منی. ای روزا شب من، ای درد و درمان من، مسیحا پیغام من، در این مسیحا کیستی تو؟ کس برایت میکنن جانها فدا، دل به دریا میزنندت بی صدا، مردان خدا کیستی تو؟ ای کاش من هم قطره ذره از تو بودم، با تو بودم. ای عشق این تو هستی؟ آن تو بودی کان مسیحا گفت با آن میتوان کوه ها را جا به جا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بره ها کرد. چیستان؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم، نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم، چو طفلی گیج و حیرانم. میدانم، خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان، بر ستون ملک هستی، بر نهاد ظلم و بستی. با من باش مسیحا، با من باش. خدمت شما نازنینان، همون گونه که گفتم، سخن در رابطه با جامعه و اجتماع بسیاره. یکی از مسائل بسیار بسیار ناراحت کننده و تأسف بار برای جامعه ایرانی به دلیل باز هم تبلیغات سویی که آن طبقه خائنی که در لباس روشنفکر در جامعه بودند به مردم کردند، نتیجهش این شده که ما به طور کلی نه تنها دوست نداریم مطالعه کنیم، دوست نداریم به سخن کسی هم که حرفی رو منطقی میزنه گوش بکنیم، با اون وارد بحث بشیم و تعصب و کنار بگذاریم. اگر واقعیت او درست و منطقی صحبت میکنه بپذیریم، اگر غیر منطقی حرف میزنه در مقابلش بیایم با منطق خودمون اون شخص رو قانع کنیم که تو اشتباه میکنی و من درست میگم، ولی ببخشید این حقیقتی است که در جامعه ما جا انداختن و حتی در دوران پهلوی این
مسئله مبتلا به جامعه ما بود به شدت. از یک طرف شما ببینید میان همون طبقه روشنفکر میاد دستجات سینه‌زنی و عزاداری و دینداری به راه میندازه، از سوی دیگر جبر تمدن. واقعیت تمدن یک اجباره، همان گونه که مارکس میگه که زمانی بود که شما لباس رو برای محافظت از سرما و گرما مورد استفاده قرار میدادید، یعنی شما اختیار داشتید چه بپوشید چه نپوشید، ولی امروز لباسی که به شما فرمون میده باید من 3 دکمه نمیدونم سر آستینم باشه، دکمه یقه من این ریختی باشه، یقه من امروز پهن باشه، کروات من امروز باریک باشه یا کرواتم پهن باشه و و و کفشم فلانطور باشه، شلوارم بهمانطور باشه. یعنی تمدنی که به شما حکومت میکنه، یا دیگه شما لباسو درست در نهایت برای حفاظت از سرما و گرما مورد استفاده قرار میدید، ولی خودتون در انتخابش اختیار آنچنانی ندارید. بنده اگر خواستم الان بردارم یک لباس سنتی بپوشم، یعنی با یه شلوار گشاد و یه کلانمدی و یک پیرهن آزاد بیام جلوی دوربین تلویزیون، میگن که آقا این مرده که بندازین اونور دیوانه شده، کسی این دوره اینجوری جلو دوربین تلویزیون ظاهر نمیشه، باید مرتب بیاد، باید منظم بیاد. پس میبینید که الان جامعه و تمدن بر مردم حکومت میکنه. پس این مردمی که در گذشته های دور افکار بسیار منحطی داشتند، پادشاهان ما حرم سراح برا می انداختند. شما دقت بکنید حتی در زمان ساسانیان جنگ هایی که برخی از این شاهزادگان و بزرگان ارتش ایران کردند، از حرم سرای اینها نام بردند که اینها از حرم سرا استفاده میکردن. برای چه؟ آنچه که در طول زمان برای بشر مفید فایده است، فراگیری زیبایی های زندگی است و به دور ریختن زشتی ها و پلیدی هاست. ما بایستی تقویت کنیم خودمون رو. تقویت کردن ما هم با ویتامین و دارو نیست. همان گونه که گفتند آدمی فربه شود از راه گوش، یعنی خودمون رو عادت بدیم به اینکه سخن درست و حق رو بشنویم و به قول معروف چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخنشناس نیی جان من، خطا اینجاست. ما با تعصب بی جای خودمون، فلان هنرپیشه رو بنده دوست دارم، حالا کسی به حریم این علاقه بنده دست درازی بکنه و بخواد ثابت بکنه آقا اون هنرپیشهی که تو دوست داری واقعا هنرپیشه نیست و هنری نداره، به میخوام بکشمش، اصلا این حرفا چیه؟ اینی که من بهش علاقه دارم تو داری اینطوری راجبش صحبت میکنی؟ عزیز دل من، باید گوش کرد، باید دید وقتی من فلان هنر پیشه رو دوست دارم میگم این هنرمند ارزنده‌ای هست و
و یک کسی پیدا شده داره ایرادات کار این هنرپیشه رو به من میگه، من ببینم واقعیت میگه یا داره دروغ میگه. اگه واقعیت میگه که پذیرا باشم، حرف منطقی داره میزنه، این اکتی یا عکس العملی که در فلان صحنه نشون میده ساختگی هست، به حالت طبیعی نمیخوره و کاملا مصنوعیه، خب این هنرپیشه نیست. هنرپیشه باید با تمام وجودش حس نقشی رو که داره اجرا میکنه در خودش داشته باشه. اگر در نقش یک عاشق ظاهر میشه باید واقعا احساس عشق بکنه. اگر در نقش یک قاتل ظاهر میشه باید واقعا خودش یک قاتل بدونه و حرکات اونو انجام بده. اگر غیر این خاص انجام بده حرکاتش تصنعیه، مصنوعیه و نمیشه قبول داشت این هنرپیشه خوبی هست. در تاریخ مردان تاریخ رو عمل کرده اونها به مردم و جامعه معرفی میکنه. آقا بارها من گفتم، تو دو سه تا برنامه گفتم، باز هم تکرار میکنم، بنده این مسئله رو اطلاع نداشتم که آقای هویدا چه خیانت بزرگی در رابطه با مردم انجام داده. ولی یک روز به طور ناخودآگاه توی اتومبیل نشسته بودم، رادیوی ایران رو گوش میکردم، دیدم سردبیر مجله فکاهی توفیق در ارتباط با سابقه مجله صحبت میکنه و اون کسی که مصاحبه گر بود ازش پرسید آیا مشکلاتی هم داشتید شما در انتشار مجله و سانسور مجله؟ گفت بله، آقای هویدا خیلی دقت داشت رو مجله توفیق، قبل از اینکه به چاپ برسه میگرفت میخوند و هر جاش که خودش صلاح میدونست حذف میکرد. مصاحبه گر پرسید برای چی این کار میکرد؟ گفت برای اینکه شاهنشاه به مجله توفیق زیاد علاقه داشت و کاملا این مجله رو میخوند و جاهایی که مربوط به درد مردم بود و ما مینوشتیم آقای هویدا قیچی رو میذاشت هم اونجا سانسورش میکرد. خب خیانت از همین جاست. مردمی که میخواستن صداشون به گوش شاهنشاه برسه و خواسته هاشون رو برای شاه مطرح کنن و یه مجله فکاهی آمده بود اینو در به حالت طنز به گوش شاه میرسوند، آقای هویدا این خیانت بود. این همون داستانیه که ناصرالدین شاه 100 تا صندوق توی محله های مختلف گذاشت، گفت هر کی از دست ما ناراضی هستش نامه بنویسه، اسمش هم نذاره، فقط بنویسه اشکال کار حکومت ما چی هست. درار خودش رفت قفل کرد و کلیداشو برداشت، گفت حالا مردم وقتی چیزی بنویسن ما میریم بدون اینکه کسی بخواد تملق ما رو بگه و اینا رو ورداره قایم بکنه، میریم در صندوقا رو باز میکنیم و میبینیم درد مردم چیه و سعی میکنیم مطابق خواسته مردم حکومت کنیم. وقتی بعد از یه چند ماه رفتن در صندوقا رو خود شاه با کلیدایی که داشت باز کرد، تو هیچ صندوقی حتی یک نامه پیدا نشد. گفت پس خب مردم اما راضی هستن، در حالی که عوامل دولت بریتانیا کسانی رو گمارده بودند صبح تا شب 24 ساعته در کنار این صندوق ها کشیک می دادن. به محض اینکه کسی به این صندوق ها نزدیک می شد و می خواست نامه‌ای در داخل اون بندازه، می گرفتن می بردنش، انقدر می زدن یا می کشتنش
نابودش میکردن که مبادا نامه‌ای در صندوق باشه و شاه مطلع بشه درد مردم چی است، مردم چه میخوان. این حرکت آقای هویدا که عامل انگلیسی بود، ما گفتیم اینها خاندانهای اولیگارشی بودند، یعنی آبا و اجداد انگلیسی بودند، آمدند به ایران و با دخترهای ایرانی ازدواج کردن. بچه ها که به دنیا آمدن اولین بار قبل از اینکه پاشون به خاک ایران تماس پیدا کنه، پای اینها رو روی صندوقی از خاک انگلستان گذاشتن. وقتی اینها روش کردن گفتن تو اولین بار پات روی خاک انگلستان به زمین گذاشتی و خونی که در رگ‌های تو هست از پدر انگلیسیه، باید به انگلستان خدمت کنی. که این خاندان‌ها رو آقای ابوالفضل قاسمی اولیگارشی نام گذاشته، خاندان‌های فرمان فرما. اینها حکومتگرن در تمام ایران. حالا بعضیا به دلیل اینکه فلان تظاهر رو از خانواده فرمان فرماییان دیدن، هر جا صحبت میکنی میگن آقا فرمان فرمایی آدم های خوبی هن. از خانواده اسفندیاری دیدن، خانواده اسفندیاری مردم ها رو بسیار شریفی هستن. خانواده فروغی رو بگی، خانواده فروغی بله اینها خیلی خدمت کردن به مردم. چیکار کرده؟ اومده 4 تا مسجد ساخته، نمیدونم یه قنات ساخته، قنات رو ساخت، ولی میلیارد ها ثروت کشور ما رو به باد داد. آقا چرا نمیخواید فکر کنید؟ چقدر هنجره پاره کنیم برای شما بگیم؟ این فکرتون رو به کار بیندازیم، به ظاهر نگاه نکنین. این همون حکایت ماره که نوشتش با خودش اشتباه میشه. نکنید عزیزان من، بیایید تعصب رو بندازید دور. اگر مملکتتون رو دوست داری، اگر نه همینطور تعصب داشته باشید. آقای هویدا خدمتگزار فلان، بعد دست بکشید. یک خائن انقدر پرورش ندیده اینو مصدق. این همه کتاب نوشتن آقا مصدق خیانت کرده، مصدق خیانت کرده، باز هم هنوز عده‌ای دستبردار نیستن. تا به کجا باید کشونده بشیم؟ ما در جامعهمون درد داریم. این دردها رو بیایید کسانی مانند من بیان و درد دلاشون رو بگن. متاسفانه همه خودمون رو سانسور میکنیم، میترسیم. ولی گر ماز سر بریده میترسیدیم، در مجلس عاشقان نمیرقصیدیم. من حرفمو میزنم. حالا در طول زمان به هر حال هستند عده‌ای که بدونن من چی دارم میگم و به کجا دارم میرم. ما بارها برگشتیم گفتیم که آقا این افتخار نیست که شما پروازت با بریتیش ایرویز باشه. برای چی یک حکومتی که به شما خیانت میکنه، مملکت شما رو چپاول میکنه، تولیدات اون کشور رو یا خدمات اون کشور رو خریدار باشید؟ دست بردارید. به گفته ایرانی نماهایی که در قالب روشنفکری در جامعه نفوذ کردن گوش نکنید. شما صاحب خرد هستید. من امروز در واقعا بعضی وقتا بسیار بسیار خوشحالم. چرا؟ امروز میبینم جامعه‌ای که در سال 1357 غیر ایرانی بنده در شرکت میگفتم آقا از این بالا کاغذ و نمیدونم ماژیک نندازید توی خیابون که بنویسم مرگ بر شاه و این ملاها که دارن میان انگلیسی هستن پدر شما رو در میارن، تمام شرکت با من مخالفت میکردن و دشمن من بودن. ولی امروز از ایران، از دل ایران 80%شون میگن که انگلیسا اومدن کشور ما رو اشغال کردن. اونها درک کردن که بالاخره انگلستانه که تمام فتنه ها رو در کشور ما به راه انداخته برای منافع خودش.
این موجب خوشحالی منه. من اگر کوتاه آمده بودم و در طول این سالها، این 40 سالی که گذشت، اگر یک لحظه عقب گرد کرده بودم، امروز جامعه ایرانی اینطوری تفکر نمی کرد. من تنها نبودم. کسانی که به حرف من اعتقاد داشتن، حرف منو نشر دادن. کسانی که اهل اندیشه بودن، وقتی من حرف منطقی زدم، روش تفکر کردن. و وقتی تفکر کردن، این حرف منو در جامعه برای این و اون بازگو کردن. یه روزی من توی دانتان داشتم میرفتم، به یه دوستی برخورد کردم که تازه از ایران برگشته بود. سلام علیک کرد، گفتش که آفرین آفرین به من. گفتم واسه چی؟ گفت نمیدونی تو ایران خیلی ها برنامه های تو رو نگاه میکنن. اون موقع بود در تلویزیون آریا من داشتم برنامه اجرا میکردم و تازه برنامه ها به این راحتی نبودم. من اینجا در این تلویزیون بسیار تا بسیار راحتم، میتونم حرفم رو بزنم، واقعیت های جامعه رو خیلی ساده بگم، چون این یک تلویزیون خادم به ایران و ایرانی است. اگر مسیحیت رو نشر میده، مسیح کسی بوده که انسان بوده، یک انسانیت واقعی رو به مردم شناسونده. شما بیاید برید تاریخ رو بخونید، یکی از این بزرگان ایران رو گرفته بودن به خاطر اینکه اون مسیحی شده بود، در چادر حبسش میکنن. بعد اون وقتی مشغول دعا بوده، برای کسانی که دستگیرش کرده بودن دعا میکرده. اینا متنبه میشن، میگن که این آدم برای مایی که بهش ظلم کردیم داره دعا میکنه. این آدم پس حرف حقیقت رو میزنه، او انسانه. پس میبینیم افکار مسیح قاطعیت داره، برای انسان سازی قاطعیت داره. اگر شما اعتقاد به مسیح ندارید، هیچ اشکالی نداره، ولی سخن مسیح رو گوش کنید، روش تفکر کنید، ببینید آیا خدمتی به بزرگتر از این به جامعه بشری در جای شما میتونید پیدا کنید. به هر حال وقت من در اینجا به پایان رسید. امیدوارم عمری باشد و در برنامه دیگر باز هم سخنی دیگر با شما داشته باشیم. تا برنامه دیگر و سخنی دیگر، همه شما نازنینان، همه شما مهرورزان، عاشقان ایران و ایرانی را در جای جهان پهناور به خداوند یکتا می سپارم. خدا نگهدار.